اول یوحنا فصل چهارم. ای عزیزان، بر روح اعتماد نکنید، بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خداست یا نه. زیرا عده زیاده هستند که به سر تا سر دنیا رفته و دروغ پیشگویی میکنند. چگونه میتوان روح را که از طرف خداست تشخیص داد؟ هر کی با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد از جانب خداست، و هر روحی که منکر این حقیقت شود نه تنها از جانب خدا نیست بلکه او دجال است. شما شنیده اید که او می آید در حالی که هم اکنون در این دنیاست. ای فرزندان من، شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که بر دروغ پیشگویی می کنند غلبه یافته اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می کند قوی تر است. آنها متعلق به این دنیا هستند و درباره امور دنیوی سخن می گویند و به این سبب دنیا با آنها گوش می دهد. اما ما فرزندان خدا هستیم و هر کسی که خدا را می شناسد به ما گوش می دهد، در حالی که کسی که به خدا تعلق ندارد سخنان ما را قبول نمی کند. پس به این ترتیب می توانیم پیام حقیقت را که از جانب روح خداست از پیام های نادرستی که از جانب ارواح دیگر است تمیز دهیم. ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خداست. هر کی محبت دارد فرزند خداست و خدا را میشناسد، اما آن که محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است، زیرا خدا محبت است. و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید که او پسر یگانه خود را به دنیا فرستاد تا ما با وسیله او زندگی داشته باشیم. و محبت در امین است، نه آن که ما به خدا محبت داشتیم، بلکه این که او به ما محبت داشت و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ای عزیزان، اگر محبت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می کند و محبت او در ما به کمال می رسد. چگونه می توانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از این که او روح خود را به ما بخشیده است. ما خود دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای پدر پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده عالم باشد، و هر کی اقرار کند که عیسی پسر خداست، خدا در اوست و او در خدا. ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و با آن اطمینان داریم. خدا محبت است و هر کی با محبت زندگی می کند در خدا ساکن است و خدا در او. به این وسیله محبت در ما به کمال رسیده است تا در روز داوری اعتماد داشته باشیم، زیرا زندگی ما مانند زندگی او در این دنیاست. کسی که محبت دارد نمی ترسد، و هر کی بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می سازد. ولی شخص می ترسد که در انتظار مجازات است. ما به دیگران محبت می کنیم چون اول خدا به ما محبت کرد. اگر کسی بگوید من خدا را دوست دارم، در حالی که از برادر خود نفرت دارد، دروغگوست. زیرا اگر او برادر را که دیده است دوست ندارد، محال است خدای را که ندیده است دوست بدارد. حکمی که او به ما داده است چنین است: هر کی خدا را دوست دارد باید برادر خدا نیز دوست داشته باشد.